آیا علم و ایمان با هم در تناقض، جنگ و تنش هستند؟ آیا چنان که ادعا میشه علم جایگزین ایمان شده و خدا مرده، آیا تنها منبع شناخت برای دنیای پیرامون ما فقط علمه؟ آیا میشه در قرن 21 زندگی کرد به عنوان یک ایماندار به خدا، به عنوان یک مسیحی و پیشرفتها و کشفیات علمی رو تو زندگی جدی گرفت؟ دوباره دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و به برنامه 21 همه صحبت هامون درباره علم و ایمان به شما عزیزان خوش آمد میگم امیدوارم که تا این برنامه ها رو دنبال کرده باشید و براتون مفید بوده باشه افتخار اینو دارم که با برادرم منصور برجی در استودیو خدمت شما عزیزان باشیم منصور جان بفرمایید خیلی ممنونم منم سلام دارم خدمت همه بینندگان و همراهان این برنامه امیدوارم که از بحث امروز هم بتونن استفاده ببرن بسیار عالی بحث امروزمون این جلسه 21 همون برمیگرده به صحبت هایی که از جلسه پیش شروع کردیم درباره آغاز خلقت و رابطه اون با ایمان به وجود خدا گفتیم که همینی که دانشمندا به این دیدگاه رسیدن که خلقت یک نقطه آغازی داشته خود همین همین نتیجهگیری علمی ارتباط زیادی داره با باورداشتن به وجود یک خالق حالا این موضوع رو بیشتر میخوایم ادامه بدیم البته گفتم توی جلسه پیش که صحبت‌های علم و ایمان صحبت‌های وسیع و پیچیده‌ایه هنوز خیلی مطالب مونده درباره علم و ایمان که بنده و شما اونها رو بخوایم با هم مطرح کنیم باز کنیم من قول میدم به بینندگان عزیز که ما یک سری دیگه یک فصل دیگه از برنامه های علم و ایمان رو خواهیم داشت با هم دیگه و این صحبت ها رو ادامه خواهیم داد ولی هنوز تو این جلسات آخر فصل اول برنامه علم و ایمان این موضوع کازمولوجی و کیهانشناسی رو که از هفته پیش وارد شدیم رو می خواهیم بستش بدیم و اینکه نه فقط آغاز خلقت خودش یک موضوع مهمیه در رابطه با ایمان به خدا و رب پیدا میکنه به موضوع علم و ایمان بلکه چطوری این خلقت با چه دقتی تنظیم شده و تنظیم و این طراحی این خلقت خودش نشانه هایی هست از یک خالق این موضوعی که تو این جلسه و جلسه های آینده با امید خدا بیشتر بازش میکنیم منصور جان صحبتمون رو شروع کن تو این جلسه که هنوز حرفایی داشتیم از جلسه پیش که تموم نکردیم و این رو میخوایم دوباره بیشتر با همدیگه ادامه بدیم و وارد نظم خلقت بشیم صحبت از این آه... کشف بزرگ قرن و یا به بغلاقای... استیون هوکینگ شاید بزرگترین کشف و همه اعثار بود که خیلی از دانشمندان رو به هیجان آورده بود و اینکه به هر حال علایم و شواهدی برای تصدیق اون تئوری هایی که در مورد آغازی برای جهان داشتند و به این همین نقطه آغاز بعضی ها رو به این واداشت داشت که احتمال یا این فرضیه وجود خالقی طراحی برای این عالم رو به عنوان یک فرضیه قابل احترام در میان فرضی های دیگه حداقل در نظر بگیرن برخیشون حتی نگران بودن که دانشمندان خیلی زود دارن خودشون رو در آغوش خدا باوری با این کشف جدید ولی واقعیت اینه که این اتفاق همه جا هم این, این, تاثیر رو نگذاشت یعنی این کشف جدید برای بعضی به کامشون تلخ اومد و افرادی بودن مثل آقای سیوین هاکین که میگه به همین موضوع اعتراف داره که میگه خیلی ها این ایده یا این نظر رو که ممکنه دنیا آغازی داشته باشه چندان به مذاقشون خوش نمیاد چرا که به مذاقشون خوش نمیاد چرا که فکر میکنن که به هر حال یک اشاره است به وجود یک امر الهی در خلقت دخالت And, خدا در خلقت, خلقت، آره, بله. آره، آقای دیگه به اسم سر آرتور ادینگتون ایشون میگه که من زیاد از نظر فلسفی بخوام بگم زیاد از این ایده ای آغاز جهان خوشم نمیاد و این, این رو خیلی انگیز، نفرت انگیز میدونم من باید, باید حتما یک بگردم دنبال یک شکاف یک یا باستان. راه فراری ام. ام واقعی فرد دیگه آقای سر جان مالکس که یکی از نویسندگان یا سردبیران مجله معتبر نیچر هست که مجله علمی است میگه که این ایده, ایده ای آغاز جهان رو من تماما یک امر غیر قابل قبول میدونم چون که به هر حال آغاز جهان مستلزم باور به یک آغازگر و یک یک طراح هوشمندی پشت همه اینها داره و جالبه یعنی میگه که چون من خوشم نمیاد از این چون که پذیرش این یعنی پذیرش یک آغازگر یعنی ما صحبت از دوره گالیله کردیم و اینکه چرا برخی با کشف جدید گالیله باورهای پیشین که حالا گره خورد بود با باورهای دینیشون رو در خطر میدیدن و حاضر نبودن اون را رو واگذار بکنن حالا می‌بینیم تو جامعه علمی کسانی هستند که با یک کشف جدیدی که به آغاز آغازگری برای اینها اشاره داره میگم آقا ما خوشمون اومد این ایده خیلی رقت انگیزه و ما باید حتما بگردیم دنبال یک راه فراری برای این قضیه پس بله، بله، بله. این نکته خیلی جالب بود اشاره کردی خوش آمد از این نکته چون این معمولا این سوء تفاهم هست که دانشمندا خونسا هستند و نتیجه کشفشون رو قبول میکنن نتیجه شواهد علمیشون رو قبول میکنن هرچی که اون نتیجه باشه میبینیم این اخیر دانشمند مثل بقیه انسان ها متافیزیکی دارن ایمان ها و باورهایی دارن از یه چیزای خوششون میاد از یه نتیجه خوششون نمیاد و حالا آه, چیز آه, نقل قول هایی که کردی از سر آرثر ادینگتون یا جان مدکس میگم خیلی سر آرثر ادینگتون هم یک دانشمند و هم یک فیلسوف خیلی مشهور قرن بیستون بود میگم کلمه ی... حالا تو گفت کلمه ر... 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 رقت انگیز, رقعت انگیز. ولی میگم انگلیسیش قشنگ برمیگرده یعنی همین کلمه است ولی میگه که اصلا این ایده ای که خلقت آغازی داره is repugnant من اصلا نفرت انگیز اصلا من حالم به هم میخوره از این ایده و من باید دنبال دنبال یک سوراخ سمه باشم که از این فرار کنیم اینی که نقطه آغازی هست در خلقت و نه فقط ادینگتون دانشمندهای دیگه ای حالا ما داریم از اینجا دوباره دارم به کتاب جان لنکس اشاره می کنم این کتاب رو ما بارها تو این برنامه های بهش اشاره کردیم جان لنکس خودش یک ریاضیدان خیلی مشهور مسیحی هست در دانشگاه آکسفورد انگلیس اشاره میکنه به دانشمندهای برجسته دیگه گولد، باندی، هویل، نارلیکار که اونها مثلا خواستن میگم توی عواست قرن بیستم وقتی صحبت‌های اینشتن داشت نتیجه‌گیری می‌شد که انگار پس خلقت یک آغازی داره این عده دانشمندا اون تئوری استدیستیت تئوری رو مطرح کردن که نه خلقت همیشه چیز ها جهان همیشه همینطوری بوده و سعی کردن بجنگن با این نتیجهگیری علمی که یک آغازی داره این جهان ولی آخرش دیگه ول کردن و مدکس میگه که آره این آغاز جهان اسلحه میده به دست اونایی که ایمان دارن به خلقت و من خوشم نمیاد از این نظریه پس با خوش اومدن و خوش اومدن خوش نیومدن علم خودش رو جلو نمیبره پس این نکته خیلی مهمیه که آغاز خلقت یک نتیجه گیری هایی داره در رابطه با مسائل متافیزیک، الهیات و ایمان من میخوام که الان بریم وارد قسمت بعدی بشیم یا نقل قول دیگه داری از نه همین فکر میکنم که... خوبه آغاز خوبیه برای مسئله همین دقت و بل. زرافت خاصی که با این مشاهدات علمی تایید میشه و خود همین خیلی جنجال آفرین بوده و یعنی جنجال از این جهت که خیلی رو به فکر واداشته که این, این تصادف ممکنه نباشه یعنی حتما یک طراح هوشمندی هم داره دقیقا چیز آه آه یه نکته که میخوام اینجا مطرح بکنم کلمه یه, یه نقل قول خیلی مشهوری تو کردی که گفتیم خیلی از این کتابایی که درباره علم و ایمان هست نقل قول رابرت جاسترو رو میگن نمیخوام دوباره نقل قول رو بخونیم ولی اون خلاصش این بود که رابرت جاسترو استروفیزیست خیلی مشهور قرن بیستم میگفتش که بعد از قرن ها دانشمندا بالای کوه علم و معرفت رفتن و اون بالا میبینن الهیدان ها قرن ها نشستن و منظور از این معرفتی که الهیدانها ها بالای تپه کوه نشستن چیه معرفتی که خلقت یک آغازی داره خلقت ابدی نیست این پس نکته اول ماست درباره دلالت های گفتیم دلالت, دلالت. کیهانشناسی در رابطه با ایمان به خدا ولی فقط مسئله آغاز این خلقت نیست نه 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 این تازه اول کاره صحبت هیجان انگیزتر بنده خودم خیلی هیجان انگیز میشم تو این صحبت صحبتی هست که بهش میگیم اصل انتروپیک in the same game anthropic principles ترجمه خیلی قشنگ فارسی دارید انتروپیک پرینسیپالز تعریف های مختلفی داره ولی اون تعریفی که شما نوشتی به نظرم تعریف بسیار جامعه و قشنگی هست لطفا اینو نوع... فکر کنم بیشتر تشریحی باشه تا ت... ت... تعریفی بلی بلی تو خود بلی. این کلمه رو من هیچ ترجمه براش پیدا نکنم برای همین ترجیح دادم بگم ان... اصل انتروپیک همین انتروپیک پرینسیپال گفتیم انتروپاس به یونانی یعنی انسان پس انتروپیک پرینسیپال حالا میشه اصلی که حالا برمیگرده به همین کلمه انتروپوس انسان منظور اینه که این 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 تصادف این شانس که همینطوری این ماده و انرژی انفجار پیدا کنن و بعد از نزدیک 14 میلیارد سال انسان رو کره زمین باشه و بتونه اینو مشاهده کنه و درک کنه آیا این تصادفی بوده شانس بوده تقریب توقی خود اتما همینطوری علکی با هم جمع شدن و این این اتفاق در طول این 14 میلیارد سال فقط مسئله زمان و شانس و ما دو انرژی یا یک طراحی یا یک تنظیم شدگی یک برنامه ریزی یک دقتی هست در این داستان این پس صحبت های این اصل انتروپیک هست حالا شما این تشریحتون رو مطرح بکنید میگه, میگه که جهان قابل مشاهده observable universe این جهان قابل مشاهده یک ساختاری داره که به یک مشاهدگر اجازه حیات میده یا توان حیات میده پس این امکان یعنی حالا شما میخواید بگی تصادف بوده ماده و انرژی تق به هم خوردن این درست شده این شانسش چقدر ممکنه باید. باشه که حالا اتفاق افتاده و بعد این اتفاق منجر به این شده که یک موجود هوشمندی که میتونه ناظر و مشاهدهگر همه اینها باشه به وجود بیاد این شانس خیلی شما اگه قانون احتمالات رو در نظر بگیرید و نمیدونم همه حسابای ریاضی رو انجام بدید یعنی یک ایمانی فراتر از ایمان خدا باورانه میخواد <applause> که شما اون شانس رو را... حالا حالا اینو مطرح خواهیم کرد که واقعا چقدر ایمان میخواد که آدم به خدا باور داشته باشه و چقدر ایمان میخواد که آدم یک طوری سراهم کنه صحبت های علمی رو شانس و تصادف و احتمال رو که بگه نه نیازی به خدا نیست همه این اتفاقا میتونه افتاده باشه بعضی اوقات من به دوستانی که خیلی اصرار دارم به این مواضع میگم من واقعا به اندازه شما ایمان ندارم متاسفانه ایمان من در همین حده که به خدا ایمان داشته باشم آره. اینقدر که آره. دقیقا حالا این مسئله اصل انتروپیک یکی از اون بحث‌های بسیار هیجان انگیز بسیار مطرح و بسیار سوال برانگیز هست توی داستان علم و ایمان کتابایی که میخوام ازش استفاده بکنم تو این درس هم دوباره کتاب جان لنکس هست God's Undertaker هم کتاب در حالا تو این جلسه جلسه بعدی دوباره Creator and Cosmos خالق و کازماس خالق و کیهان یا جهان هیو راس استروفیزیست مسیحی نویسنده این کتاب هست میخوام دوباره به این خیلی کوتاه مختصر مفید به کتاب ایم باربر اشاره کنیم When Science Meets Religion وقتی علم با دین روبرو میشه کتاب Show Me خدا رو به من نشون بده فرد هیرن بهش اشاره کردیم هفته های گذشته دوباره میخوام بهش اشاره بکنم این و بعد این کتاب کتاب دوباره پولکین هورن فیزیکدان و ریاضیدان مشهور دانشگاه کمبریج که شیش کلیسای اسکوپی در انگلیس questions of truth و میگم مسئله انتروپیک پرنسپال تقریبا تو هر کتاب علمی و رابطه علم و ایمان مطرح میشه اینا چند تا کتابی که من فقط اینجا نمونه آوردم گفتی تو تو کوشنز اف تروث گفتی، تو چطوری ترجمه میکنی گفتیم جستارهایی درباره حقیقت جستارهایی درباره حقیقت بسیار عالی پس میخوام یه سری اشاره به این کتاب ها بکنیم کتاب همه نوشته دانشمندان خیلی مشهور و معتبر هستش حالا میخوام این موضوع رو باز بکنیم بنده برادر منصور بنده گفتم تو جلسه اول که من از علم و دانش و فیزیک و شیمی و ریاضی خیلی حالیم نیست ادعایم نداریم که بنده تو این مسائل صاحب نظرم به هیچ عنوان کنم به زور میفهمم خیلی از این صحبت های علمی رو ولی داریم استفاده میکنیم از افراد بسیار معتبر و درجه یک و با زبون ساده میخوایم این نکات رو باز بکنیم من میخوام برای کسانی هم که مثل بنده خیلی اهل اهل مسائل علمی نیستن قبل از اینکه وارد موضوع احتمالات بشیم که اصلا آقا صحبت این احتمالاتی که داره میکنی چی هستش میخوام که موضوع اصلا صحبت چه قوانین رو داریم میکنیم در طبیعت این کلمه گفتیم کانستن چی میشه؟ ثابت ثابت اوکی صحبت اینو میکنیم که یک سری در دنیای علم یک سری قوانین ثابت هست در فیزیک یک سری مثل، مثلا حالا واسه معلوم قانون جاذبه که آقا اندازه و مقدار قانون جاذبه یک حقیقت ثابت هستش جاذبه بالا پایین نمیره جاذبه تو کره زمین و تو ماه و تو اتم و تو خورشید یک نیروی ثابته پس دانش امروز به یک سری نیروهایی رسیده قوانین طبیعت حالا میگیم The Laws of Nature یک سری از این قوانین طبیعت یک سری از این نیروهایی که در طبیعت هستن یا نه فقط هم نیرو نمیخوام بگم کانستنت فقط صحبت نیروها نیست بلکه یک سری از قواعد فیزیکی و... آره یعنی تناسب ها ت... تناسب میگیم the ratio the ratio of مثلا این به این بله. مثلا یک سری نسبته... نسبت تناسبت... ها... نسبت های یه سری این قوانین به هم دیگه هم این نیروها به هم دیگه هم جزء اون مسائل فیکس و کانس... مسائل کانستنت گفتی چی؟ ثابت ثابت شده هست مثلا میگه آقا ساسان یعنی چی؟ من میخوام از کتاب ایم باربر استفاده کنم فصلی داره درباره ستاره شناسی و خلقت استرونوم و کریشن این یه چیز خیلی ساده فیزیکیه من حالا از این کتاب دارم استفاده میکنم میگه که مثلا این باربر میگه که آقا چهار چهار نیروی اساسی در فیزیک وجود داره چهار تا نیروی اساسی در فیزیک خب نیروی الکترومگنتیک که رد پیدا میکنه به نور نور حرکت نور ذره ها ذره های ذره ها. نیروی دوم the weak nuclear force قدرت هسته ای ضعیف میگیم هم. که رب پیدا میکنه به رادیواکتیو بودن ماده سومیش the strong nuclear force قدرت قوی اتمی که نوترون و پروتون رو در مرکز هسته اتمی با هم دیگه نگه میداره و بعد قدرت جاذبه the gravitational force این چهار تا نیروی ساب... اساسی پایه‌ای فیزیک هستش حالا یه مقدار پیچیده تر صحبت مسائل قوانین ثابت علم و فیزیک رو که می کنیم تو کتاب پولکینگ هورن پولکینگ هورن روی شش تا اصل دست میذاره شش تا نکته ثابت شده حالا بنده اصلا این حرفا رو نمیفهمم خیلی خوب برادر منصور اینو من بگم مثلا میگه عدد n نسبت نیروی الکتریکال که اتم رو نگه میداره در ارتباط به جاذبه اپسیلون نمیدونم نیرویی که رب پیدا میکنه به همین اینکه اتما چطوری با هم نگه داشته میشن نیروی اومگا یا اندازه اومگا که ارتباط ماده با قدرت جاذبه در توسعه انرژی لمدا لمدا یکی از اون نیروهایی که انشتن کشف میکنه چیزه نسبت اکسپنشن آف دی یونیورس این سرعت گسترش کهکشان ها در رابطه با جنرال ریلیتیویتی اینشتین شماره Q دوباره نسبت دو تا از این نیروهای بنیادی اه, انرژی جاذبه و رابطش با مس مس گفتیم ج... جرم, جرم. رابطش با جرم و این کانستنت دی حالا صحبت ابعاد ابعاد هستی رو میکنه ابعاد اسپیس رو میکنه حالا اصلا میگه ساسان ما نفهمیدیم تو چی گفتی منم خودم نمیفهمم تمام این جزئیات رو که بند... بنده یکی حالا شما اگر میفهمید به بینندگان بگید من خودم شخصا ادعای علمی ندارم بنده ولی این ادعا رو ندارم شما هم بلی... نداری خب دارشو. ولی صحبتمون چیه صحبت این این که آقا ماورای حالا درک بنده و شما از فیزیک و شیمی و قدرت چیز نیروهایی که انشتن در طبیعت کشف کرده یک سری از این نیروها کاملا ثابته و حالا چطوری ای توی این یه کلمه استفاده کردی البته کلمه انگلیسی ولی انگار به فارسی ما میگیم پارامتر میگیم ها؟ پارامتر. پس یک سری پارامترها وجود داره که این پارامترها اگر ذره ای پیش و پس میشد این هستی اصلا به وجود نمی اومد مثال بیارم اگر سرعت اه اه توسعه کهکشان ها ذره بیشتر بود حالا اون ذرهش رو خواهیم گفت تنظیمش رو خواهیم گفت اگر کمی بیشتر بود کهکشان ها اصلا از هم متلاشی میشدن اصلا ستاره ها شکل نمی گرفتن. اصلا این بیگ بنگ یعنی فقط ادامه پیدا میکرد هیچ چیزی جمع نمیشد بله. ماده جمع نمیشد اگر کمتر بود اصلا رشد نمیکرد مادهش همش تو هم می در خود می آره اگر قدرت جاذبه ذره بیشتر بود این اتفاق می‌افتاد قدرت جاذبه بیشتر بود اتم ها اصلا با هم کلپس میکرد شما از... یک ذره یعنی شکر. نه نه نه, حالا تنظیمش رو خواهیم گفت من فقط دارم میگم من میخوام این نیروها رو رب بدیم به بسو... ملموس بکنیم که توی شکلگیری گیری اتم ها. تو شکلگیری ستاره‌ها ها توی سرعت توسعه بیگ بنگ توی روابط قدرت جاذبه با ماده توی شکلگیری اب عب تمام ابعاد هستی این نیروها این پارامترها دخیل هستند. و حالا صحبت می‌کنیم که حالا یه سری از این مثال‌ها رو خواهیم آورد دخیل بودنشون با چه نظم و ترتیبی هستش من می‌خوام منصور جان اون با نقل قول چیز پنروز شروع بکنیم سر راجر پنروز توی کتاب جان لنکس صفحه هفتاد و بله یا با اون شروع بکنیم نه بذار با, قبل شروع بکنیم با آره مال پال دیویس صفحه 70. میگه که اگر مثلا پال دیویس فیزیکدانی که به خدا هم اعتقاد نداره پال دیویس میگه که ایتیس نیست اگناستیک هستش پال دیویس میگه که اگر نسبت قدرت قوی اتمی نیوکلیر سترانگ فورس به قدرت الکترومگنتیزم یک ذره در ده به توان 16 کم و زیاد میشد یعنی یک ذره یک در ده به توان 16 صحبت تنظیم ارتباط نیوکلیر سترانگ فورس و الکترومگنتیک فورس هست هیچ ستاره ای نمیتونست شکل بگیره یا ارتباط چیز ریشو چی میشه؟ نسبت نسبت, برد. نسبت نیروی الکترومگنتیک به نیروی جاذبه اگر یک در ده به توان چل کم و زیاد میشد یعنی اینقدر آره پس ستاره شکل نمیگیره پس تو دو تا از این تناسب ها صحبت یه پارامتر هست که یک در ده به توان چهل و یکی دیگه یک در ده به توان 16 یعنی اگر یک ذره در ده به توان شما نشون آره. یک در به توان نیست دقیقا آره یعنی صحبت که نمیشه با انگوشت. آره با انگوشت و منگوشت آره. نمیشه یک ذره نشون داد یعنی یک حالا یک در ده به توان چهل رو با دقت بهش رسیدن مثل این میمونه میگه که میگه که خود دیویس اینو به عنوان مثال میاره میگه مثل دقت یک در ده به توان چل مثل یه نفر تفنگدار میمونه که یک هدف تفنگ رو از این ور جهان به اون ور جهان میگه کهکشان تمام کهکشان بل, بله یونیورس منظور اینجا کل کائنات تو کائنات آره. آره. یه سکی رو بزن یه, اون سکی سکی رو کائنا. یه کائنات. یه ور کائنات بذاره یه, یه،, یه اون ور کائنات به فاصله 20 میلیارد سال نوری به فاصله 20 میلیارد سال نوری شما تفنگ و تق بزن و, و اون تیر بخوره به اون سکه در 20 میلیارد سال نوری اون ور کهکشان که. این فقط دقت یکی از پارامترها هست خب وقتمون داره تموم میشه ما تازه دهنمون گرم شده تو این داستان من میخوام اون نقل چیز سر راجر پنروز رو داری بخونم سر راجر پنروز یکی از مشهورترین ریاضیدان ها دانها، ویزیکدان قرن بیستم شهرتش با انشتن و هاکینز تقریبا تو اون لول هست خودش صاحب نظر در فیزیک در تئوری علمی پنروز چه نقل قولی داریم ازش میگه این دقتی که در اون مراحل آغازین شکل این یونیورس این کائنات اعمال شده که اون که اون حالا اگه قائل باشیم به خالقی برای اینها یا آغازگلی برای اینها برای اینکه بتونه قانون دوم ترمودینامیک رو بر ترمو انجام بشه باید از دقت عملی به اندازه یک در ده به توان و به توان 123 یک, یک در ده, ده ب... به توان ده به توان صد و بیست و سه یعنی میگه حالا شما اصلا یه همچی عددی رو بخواید بنویسید میشه یه یک به اضافه ده به توان صد و بیست و سه تا صفر میگه حالا این یعنی چی؟ میگه اگر دونه بخواید دونه دونه بنویسید آره. هر شماره رو هر صفر آره. شمار... رو بخواید هر صفر اصلا... رو بنویسید اصلا میگه شما نمیتونید هیچ اینو بنویسید آره. این همچی عددی رو آره. برای اینکه نوشتن یک همچی عددی اون اعداد صفر رو فقط رو همه نوترون ها و همه پروتون ها یعنی تو هر اتمی شما نوترون دارید پروتون دارید اینقدر ریز کاغذ ولش کن شما بس با خود کار نمیخواد صفرشو بنویسید حتی اگر رو همه نوترون ها و پروتون های هر چی که در عالم کائنات داریم اه. شما بنویسید یه صفر رو هر کدومشون بنویسید بازم خیلی خیلی به قدر قابل توجهی کم خواهید آور جا برای نوشتن همچین عددی یعنی یک چنین دقت عملی لازمه تا قانون دوم ترمودینامیک عملی بشه یعنی صحبت اینه که حتی به اندازه کافی ذره های اتمی در تمام هستی وجود نداره که رو هر ذره هم ما این عددو بنویسیم تا از این عددو نمیتونیم به طور کامل بنویسیم دیگه خودکار و کاغذ و قلم و عزیزان بذارن کنار پس حالا سر راجر پنروز یک ریاضیدان یک فیزیکدان ایمانی هم خودش به خدا نداره ولی داره میگه دقت و تنظیم این خلقت بر طبق چارچوبی که ما امروز از فیزیک و از ریاضی فهمیدیم این یه چیز مافوق اصلا تصوره یعنی اینکه تقی به توقی خورد احتمال شانس تصادف حالا درباره این صحبت خواهیم کرد تو برنامه ما تازه داریم این صحبت رو باز میکنیم عزیزان پس مرسی که وقت ما تو این برنامهم تموم شد و یه مقدار بنده پرحرفی کردم یه مقدارم حرفهای علمی حرفهای پیچیده ما داریم حالا به زبون ساده اینو مطرح میکنیم ولی تو جلسه آینده میخوایم این احتمالات رو بیشتر باز بکنیم با همدیگه که عزیزان ببینیم که تنظیمی که دقتی که نظمی که ترتیبی که تناسبی که در این خلقت هست نیاز به یک طراح داره نیاز به یک متفکر داره نیاز به یک خالق داره خیلی ایمان آوردن به یه همچین خالقی ساده تره قبول کردنش قابل قبولتر و منطقی تره تا بگیم که نه همه این هستی به وجود اومده فقط از طریق شانس و تصادف مرسی که با ما تو این برنامه بودید تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار